سلام علیکم خانم دکتر کوشری. بعد مجرد این سومین باری که زن بزنم من جد تشبیه ندارم. ما یه گروه فیلمساز هستیم که اگه خدا قبول کنه داریم راجع به کار مستند جنگی تحقیق میکنیم. هفته پیش اتفاقی رفته بودیم بیمارستان محل کارتون. اونجا شنیدیم که شما و همسرتون از ابتدای جنگ تو کردستان و مناطق جنگی حضور قهرمانانه داشتید. از احواز رفتنتون هم یه چیزایی شنیدیم. گفتیم اگر بشه این خاطرات رو از زبان خودتون بشنویم. الو سلام، ببخشید شماره من کی به شما داده؟ سلام علیکم خانم دکتر. پس منزل هستین جواب نمیدین؟ پرسیدم کی توی بیمارستان شماره تلفن منو به شما داده؟ زیاد سخت نگیرید دکتر، ما فقط قد یه مصاحبه بیشتر مزاحمتون نمیشیم. آقا شما مشکل شنوایی دارین؟ ببینید خواهر، ما هم مثل خودتون جنگ سوخته ایم. خاطرات من و شما دیگه مال خودمون نیست. اصلا همین که شما برای جوانای امروز بگین که یه زمانی توی مملکت یه خانمی بوده که همه جوانی و عمرش رو توی جنگ تحمیلی گذارده. کی همچین چرندیاتی از من برای شما بافته؟ آقای سوخته، لطف کنین قطع کنین و برای پول در آوردن از خاطرات این و اون مزاحم یکی دیگه بشین. انداختین گوشت و روغن کوپونی رو به این زحمت میگیریم که شما بسوزونین، بدین من. اول این رو برام بخوان، باید از مهابات از عموت آمده باشه. رفتم نام بگیرم افتاده بود جلوی دهن. دکتر مولایی فرستاده. خدا رو شد خانه خمیر یادش مانده یک نفر را شیر نیخورد و رفته پی خوشیش. برسر بخوان، برستر بخوان، بفهمم که خدا میزنه پس گردنش بیاد تکلیفت را روشن کنه، از شر خودت و همسایی ها خلاصم کنه. حالش خوبه، با مادرش رفته تهران پیش خالش. حالش هم خوب نباشه نباشه، مرد قولش باشه، یه جو غیرت داشته باشه، سر کلش بداشه، جاگیرم که شده. برستر بخوان، بلندتر بخوان ببینیم میاد یا نمیاد. اینقدر جان نداری که نمیخوانی یا من اینقدر پیر شدم که نمیشنوم؟ این که اینجا نوشته همش دروغه. حاضرم به خاک مادرم قسم بخورم، اون فقط میخواسته خودشو کنار بکشه. چرا؟ نمیفهمم چرا؟ خواهد آقای فرمانده خیلی ناراحت بودن خواهد. گفتن دشمن داره مملکت رو میگیره، اون وقت شما عین خیالتون نیست. از آقا فرمودن که همین 6 تا ست جراحی رو من فعلا بگیرم تا بعدن خودشون بیان، وسایل که هیچ، بیمارستان رو با آدماش ببرن دم گلوله عراقی ها. البته منظورشون به آقایون بود که خواب تشریف دارن. من نگفتم کسی اینجا خواب تشریف داره. فرماندهتونم بیاد یا نیاد، آقای رستمی معاون بیمارستان میگن بیشتر از 2 تا ست نمیتونن بهتون بدن. 2 تا؟ خواهر ما مجوز داریم که حداقل امکانات 4 تا اتاق عمل از شما بگیریم، وقت شما میگین 2 تا؟ اصلا این اتاق آقای رستمی کدومشه؟ آقای محترم، من جای شما باشم همینا رو میگیرم میرم، چون معلوم نیست بیدار شدن بعضی ها خیلی هم به صرفت باشه. اینو خواهرت داره بهت میگه. عجب نداره که داشتاری برا خودتی، برو آقا. الان ردیفش میکنم. چیو الان ردیفش میکنم؟ بیا برو بچه عقب، میخوای سکه یه پولت کنه. کی؟ این؟ چی کار است مگه؟ جراح مغز و اعصابه؟
ببین برو بهش بگو من جوجه دکترم که قسم خوردم هفته یه نفر ناقص کنم بفرستم اتاق عمل. الانم آخر هفته است، خیلی پکرم چون هیچ کسی برای ناقص کردم پیدا نکردم. برو بهش بگو. تموم شو. قول بهت میدم اگه از ماشینش پیاده شه جوری فکتو پیاده کنه که جز خودش کسی نتونه سوارش کنه. بس طرف چی گزده بنده ها؟ دندش جا نمیره دکتر. اسم دکتر منصور یاوری ارتوپد به گوشت خورده؟ بکش به من. دندش جا رفت دکتر. بیا یک کمی نخود و کشمش و انجیر برات گذاشته بودم که نر. دستت درد نکنه. و بدبختی کشیدم دکترت کردم. نظاره روستی تو نبینم. اگه دست من بود. دست خدا به امراد. اینم ماشین عروس. بابت زحمتی که دادم حلال کنین دیگه خاله جان. این حرفا چه خاله جون؟ خودم نوشتم بیاریش. خواهرمه، غریبه که نیست. تا دیگه سفارش نمیکنم. برو به امون خدا. نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره. ما را خودت بی خبر نذار. حالا بیمارستان آموتی یا بیمارستان راهن؟ والا حساب کتاب نداره. ولی به چشم. زنگ میزن. الله خیر حافظ و هو ارحم الراحم. سلام آقا یوسف. سلام. شیری مثل این که شیر یکم بیال یکم بیدون. چرا داروها رو ندادن ها؟ داروها رو دادن اما سرنجا سسیسیه. بتادین هم دوتا گالون بیشتر ندادن. اشکال ندار روشن کن. بریم میگم آقای دکتر سه تا جراحی هم دوتا بیشتر نماز. دوتا؟ شوخی میکنی؟ اگه بخوایم برمیگردیم بیمارستان. دکتر حس بزن از بیمارستان میمدم بیرون کیو دیدم؟ دکتر یاوری. سید ضیا؟ نه دکتر منصور یاوری. ایه اومده ایران؟ بله شنیده بودم سالیسه ما میاد ایران. تا فکر میکردم برای برونزه شدن میاد. خانم از قندی. بله دکتر. یه تلفن به تریا بزن ببین مهناز خانم تو بساطش طالبی داره. بگو یه نصف طالبی با پوست و تخماش بندازه تو مخلوط کن فالودش کنه ببره تو اتاق من. ساکشن فرمودیم با پوست و تخمه هاش. به مهناز خانم بگین خودش میدونه اگه طالبی هم نداشت بره تهیه بکنه. بله چشم. خواهیم پیش میچشم. رحمانی من حوصله دوخت و دوز ندارم. جمع کردنش دیگه با خودت. باش واسه. ممنون. پرونده و مریض هست شما نیست؟ لطف کنید. بفرمایید. حال دختری چطوره؟ شما این میبخشید. اصلا حواسم اینجا نبود. چی گفتیم؟ از که بعد از سمیرا حالتو رو بپرسم. خوبم، سمیرام خوبه. روزایی که میری کلاس زبان تو یخچال برام پیغام میذاره که حتما برم دنبالش. یخچال معلومه خیلی به فکرش نیست. فردا تو اهواز کنفرانس پزشکی برگزار میشه. از خیلی جاها میان، حتی از امریکا. شما نمیای؟ من تو این 3 ماه 10 سالی که ایران هستم کارهای واجبتری از کنفرانس رفتم دارم. اگه شما کردین منم بچه کردم. اگه شما به فکر آبروتی منم به فکر آبرومم. چند بار میگم بهت تو را نمیخواد. چشمش افتاده به تهرانی ها. دستت انداخته. هی اینو میگین. اون آدم نایده نبود که بره تهران قول قرارش یادش بره. بابا نمیخوام تا آخرام زخم زبون در همسایه رو بشنوم. شما با این نگاهاتون نمک رو زخمم بپاشین.
چرا وقتی که گذاشتمت درس بخونی نگفتی که آخرش باید کلاه بی غیرتی سرم بگذارم؟ تا دیروز به خاطر تو توی کوچه و خیابان سرپایی میگرفتم، حالا تو خانه خودم هر کس ها چی گفت گفتم میاد و میبرتت، حالا بهشن چی بگم؟ به قوم و خیش چی بگم؟ بهشن بگم که دخترم رفته التماسش کنه تا بیاد؟ من نمیرم کسی رو بیارم. میخوام بفهمم چرا یه دفعه تصمیمش برای ازدواج عوض شده. نمیام ماما. سمیرا دیگه داری خودتو خیلی لوس میکنی. حکایت دفعه پیشته که هنوز وسط رو به احواز نرسیده مجبورم کردی برگردی. میتونی بابا چند وقت تو رو ندیده؟ ما همیشه همین دعوا رو داریم مامان جان. غیر از اینه؟ نمیام نمیام نمیام. مگه خود 10 دفعه نگفتی ازم خوشش نمیاد، نمیخواد منو ببینه؟ من هیچ وقت نگفتم از تو خوشش نمیاد. گفتم با بعضی از رفتاری تو مخالفه، ولی همیشه دلش میخواد تو رو ببینه. اگه دلش خواست بهش بگید بیاد تهران دخترشو ببینه. اون نمیتونه هوای تهران رو تحمل کنه. دکترها براش قدغن کردن. تهران براش سمه. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ بفرما. این دفعه راه نیافتاده نمیفهمی نمیفهمی یا شروع شد. مامان خانم شما اول برو ببین خودتو میخواد ببینه، بعد منو دنبالت راه بنداز. اصلا لازم نکرده بیای. اتفاقا اگه بفهمه تو نیستی خیلی هم خوشحال‌تر میشه. چی کار میکنه؟ دارم زنگ میزنم خونه خاله بابات که اگه بودم بفرستمت اونجا. من پیش پیرمیرا نمیرم. زنگ میزنم نازی دوستم بیاد پیشم. بی خود. اصلا نه حرف تو نه حرف من. میرم پیش عمو یاوری. چی شد؟ تو که پیش پیرمیرا نمیرفتی؟ عمو یاوری فرق میکنه، خیلی باحاله. اون خودش هم احتیاج به مراقبت داره. چه بهتر. آره خیلی هم بهتر. بذار اونقدر گنده بارت بکنه که دلت برای نمیفهمی نمیفهمیای من تنگ بشه. به احواز نیومدم میارزه. مردشون اخلاشو ببرم. نه من یکی دو ماه دیگه اینجا هستم. میخوام اسبابا و خونه رو بفروشم. وسایل اینجا زیاده، خونم برای من بزرگه. الو ماری نابود شدی؟ خدا کنه بمیری خرس پیر. من میدونم اون خواهرای بزرگ تو میخوان خونه رو بفروشی تا من نتونم تو ایران پیدات کنم. اونا میخوان زن به تو بدن تا من ازت جدا بشم. میخوام تو اونجا بمیری که پولای تو رو بردارم برا خودش. سلام. علیکم السلام. تو ملیحه‌ای؟ بله. پس چرا فایستدی عروس گلو؟ چرا بی خبر عزیز دلم؟ چرا یکی و غریب اومدی تاج سرم؟ خبر رو میکردی؟ نصفاً برگون عروس خوشگلا میکردم. اگه نگفته بودی از سنندج اومدی خواهرم هم چیزی دستگیرش نمیشد، چه برسه به من. بیا بریم تو. نه بیا بریم که حرف و حدیث برات زیاد دارم. اصلا اون وقتی که باهاش تصادف کرد به سرش زد دکتر بشه. نه اصلا اون وقتا هموش دکتری میکرد، اما با ما رفته آمد نمیکرد. اما دکتر خارجی ها قبولش نکرد، وقت ازش خون رفت تا بچم بی باها شد. مادر جون راستش من اومدم تهران چون خیال میکردم که شاید پای دختر دیگه وسط باشه، چون وحید برام یه نامه فرستاده بود که دیگه قصد ازدواج با منو نداره. وحید غلط کرده؟ مگه به خودشی که یه روز اسم رو تو بذاره اسم روی یکی دیگه؟ نه 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 فکر میکنم، یعنی حالا دیگه مطمئنم به همون دلیل که شما را آورده تهرون برای من یه همچین نامه‌ای نوشته. شاید که نه، مطمئنم میخواست اونجا هم از بابت شما خیالش راحت باشه هم از بابت من. نه بس که تو خودت هم هنوز مطمئن نیستی. به خیالت وحیدم دختر ساده‌ای مثل تو رو میذاره میره پی یکی دیگه؟ گفته خاطر سادگی تو میخواد.
یه انگشتر عروسی خودمه، حالا میشه انگشتر عروس خودم. چی؟ باز خطه کنی مهندس، منم عباس، از عباس تلفن میکنم، از طرف مصطفی. عباس کنم دیوونه که مصطفی باشه، مهندس کیه؟ ماشالله به این حافظه، چمرانم مهندس، داداش مصطفی. مردش کنی تو نمبران عباس. مصطفی پس راست میگفت از وقتی که بالا تنه گنده کردین دوستان لبنانیتون رو فراموش کردین. اون زمان در رفته چطور تونست از لبنان جون سالم به در ببره؟ از خود من بهش بگو لاغریای شما از خصاصتتونه، نمیخواین تو قبر چیزی نصیب کرما بشه. نمامش که چاهه؟ میگفت اگه پیغامی دارین خودتون بیاین بهش بگین. پس میاد تهران؟ نه شما میاید اهواز. بهش بگو چاییدی، من شکم گنده نکردم که شما پشتش سنگر بگیرید. مهندس خارج از شوخی. ای میگه مهندس مهندس، بنار ببینم وضعیت مهندس چیه. نمیتونم پشت تلفن درست توضیح بدم. دوزه تا سنگ دیده درست خورده به پر پاش. میفهمی که لاجور میشناسیش که به این جوشیت عادت داره. خب چرا نمیارینش شهر؟ عقب بیا نیست مهندس، حاضر نیست از بای بیسیمش تکون بخوره. جوک میگی؟ بچه‌هاش با عراقی ها درگیری دارن، ول کنه بیاد هم روحیه اونا به هم میریزه، هم غریبه بفهمه که چمران کشیده عقب. دیگه خودت میدونی که چند وقته تو این وضعیته؟ از بعد روز ظهر. چه دیر خبر کردین؟ از دیروز هر چی زنگ زدیم شما قطع کردین. خیلی خوب خیلی خوب. ببخشید که هر چند وقت یه بار براتون یه جور مزاحمت درست میکنم. مزاحمت بگو بلای آسمونی. اما عوضش براتون بیف استراگانوف درست میکنم. وقتی آدم میشی که بتونی کوفته تبریزی و قرب سبزی رو درست کنی ببندیش تو. نمیخوای تا فرودگاه برسونم؟ نظرم عوض شده، سر را میرم آژانس مسافرتی، اگه بلیط داشت با قطار میرم. او فکرشم دیوانه. ها قربون آدمای تیزفهم. نمیخواد خود تو قاطی آدم های چیز فهم کنی. تازه وقتی داخل آدم شدی مگه شانس ژنتیکی بیاری این مادرت فقط یه تختاب فهم باشه؟ کوفت؟ ای میخنده بیرگ. خداحافظی تو کردی؟ از قول من بهش بگو هیچ، ولش کن، راضی نیستم پشت سرم غیبت باشه ها. بس این همه ابراز علاقه، سوارشو کارهای مهمتر از تو دارم. خدافظ مامان. خدافظ. دو سه روزه برمیگردم. اگه دیدین داره زیاد اذیتتون میکنه میتونی بفرستنش خونه خاله باباش. به زحمتش نمیارزه. میذارمش دم در. یه وقت آشنایی ماشنایی توی اهواز دیدی شمارمو ندی. حوصله چاق سلامتی ابلهانه بعد 90 بوقی رو ندارم. خواستی به شوهرت سلام برسی. ممنون. خدافظ. من باید هر جوری شده خودم برسونم محفظ. اصلا به هم بلیط ایستاده بده. قطار نداری؟ چرا حالیت نی؟ شنیدی؟ صدای قطار رو میشنوی؟ تنها قطار عادی امروز اهواز بود. حالا بلیط بدم به دوی دنبالش خوبه؟ حالیشان نمیشه جنگه. فکر میکنم ما هرچی بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس هشتیم چیم ما نمیخواییم بدیم به اینا. آقا من دکتر یاوری ام، باید برای اهواز کوپه برام رزرو کرده باشم. ما اینجا بلیط پیش فروش نمی‌کنیم. بلیط هم باید پیش رئیست باشه. برو خبرش کن بیاد. برای چه روزی رزرو کرده بودی؟ امروز. قطار امروز 3-4 دقیقه از حرکت کرده. دیر تشریف آوردین حضرت آقا.
یعنی چی آقا؟ یعنی رئیس راهنم بیا اینجا یه نمیدونه برای امروز برای شما کاری بکنه. آقا من بعد هر چه زودتر برای یه عمل مهم برسم اهواز. دیگه مشکل من نی. بله. تا از سوراخت نکشیدم بیرون. ندادم از استخونت غذای سگ درست کنم. بیا اون گوشی رو بردار. به همون رئیس راهن بگو دکتر یاور اینجاست. همین الان هم یه قطار میخواد برای اهواز. یه قطار سریع السیر درجه یک. کیفم شدی؟ بذار راستت رو ببینم. دوچه عدد سخاری درست میکنم تا دیگه به مردم نگی مشکلاته. برو بهش بگو زنش که سله خودشم بیاد به دست و پام بیفته تا سرشو به تاق نکوبم ولکن نیستم. من همسرش نیستم استاد. ببخشید من از اول به جاتون نیاوردم. من رزیدنت اتاق عمل هستم. البته اینجا نه، تو شهرستان، توی سنندج. من قرار بود که برم. بگیر این چه؟ مگه نمیخوای قصه سرهم کنی؟ دوز به زده، پول نسخه نداری، پول نداری بری شهرستان. بیا بگیر بیش از این جامعه پزشکی رو بیا برو نکن. من گدا نیستم، من فقط بگیر خودتو لوس نکن. کنته بکیر ها؟ هیچی، من میخواستم ازتون بخوام اگه میتونین برای منم یه بلیت بگیرین. البته پولشو خودم میدم. من پر برم اهواز تا از سلامتی نامزدم با خبرشم. وقتی رسیدم قطار رفته بود. حالا نمیدونم تو این شهر غریب دستم به هیچ جا بند نیست. ما قطار عادی برای اهواز روزی یکی بیشتر نداریم آقای دکتر، متاسفم. خب اینو قبلا هم شنیدم. من به شما گفتم که من امروز هر طور. ببخشید گفتن قطار عادی یکی داریم. مگه قطار غیر عادی هم داریم؟ بله، ساعت 10:30 قطار فوق‌العاده سربازا رو میبره جنوب. حتی اگه من بخوام راضیشون کنم که یه خانم همراهشون ببرن، قطاری نیست که در شأن جناب دکتر باشه. متلک میگی؟ یعنی چی در شأن من نیست؟ اسای ادب نکردم، منظورم اینه که درجه 3. یواش، عجله نکنی. کسی سوار نشه، قطار تا 2 ساعت دیگه حرکت میکنه. برید کنار. دو ساعت نکن، من باید تیارم دیگه نیست کارو خلوت کنم. برو کنم از تواشا. مسئولیتش با خودت. تو بخوره واسه دینا، تو مسئولیتش رو قبول میکنی که من بکنم؟ تواشی. تواشی کنی. یالا تواشی. نه که میتونی از این بغل هم دیگه نگیری از تواشا. خلا فاز چیکار کنم؟ نمیشه. آهای. اونو ولش کن. بیا اینو بذارش تو آمبولانس ببرنش بیمارستان. حالش خوبه. مرتی که مزخرف، این رفته تو کما. میای یا بذارم تک و دندت رو خود کنم؟ به تهران تلفن زدم گفتم با قطاری بعد را افته. بیمارستان شرکت نفت کجاست؟ اول باید یه سر بدیم اونجا این خانم رو برسونیم. وقت نداریم، شما آقا صبح نشده دکترها رو به راه کنیم. میبینیم که عراقی ها چقدر پر میشدن. گفتم اول باید بریم جلوی بیمارستان این خانم رو پیاده کنیم. دکتر من خودم میرم، شما فقط به من بگید از کدوم هست. قول نکنید. یه قرار بود خبر بشه قبل فاجعه میشد. اینا فقط برای فراری دادنه است. سوار شو آقا جان، میرسونم. آن هستا بیا بفهم. آقا من پشت میشنم. اون پشت صندلی من دلی نداره دار. دکتر مصطفی برای عراقی ها برنامه دارید. این چه برنامه ایه که عباس پشت تلفن نمیگه ولی تو ازش خبر داری؟ والا منم فقط میدونم برنامه است. حالا برنامه درسی است یا برنامه امتحانی است بی خبرم. دکتر مصطفی کی دکتر؟ ایشکی کامران. شما برای معالجه ایشون اومدین عباس؟ زخمی شدم؟ میبخشین دا فضولی میکنم، مگه ایشون دختره دون نیست؟ شالله که خودی هم ها؟ نه ستون پنجمه. Oh,
الحمدلله که انگاری شیرست. اینجاست. خب خدا رو شکر. مطمئنی؟ سرپرستار بیمارستان بود، میگه سرش خیلی شلوغه، 3-4 ساعت تو اتاق عمله. حالا آلاله نمیشه دیدش. آبا جی پس درست آوردم ادون سر نشونه دیگه ها؟ دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. میخوای بیام با هم بریم تو ببینیش مطمئن ترشی؟ نه نه، برای تو رفتم مشکلی ندارم. خودشه، مولاییه، شما بفرمایید. استاد، در حقم پدری کردی. خیلی خوب، خیلی خوب. میتونم بعدتون میاد، اما انشالله یه روز خوبیاتون رو جبران کنم. بازم ببخشید. شما هنوی جایی؟ مجبورم تا روشن شدن هوا اینجا بمونم که فردا صبح بتونم بیمارستانه دیگرم بگردم. شما فکر میکنین دکتر احمد مولایی تو اتاق عمله ممکنه دکتر وحید مولایی رو بشناسه؟ با خودم 2 ماه از آبادان منتقل شدم. بهتره همون دکتر مولایی یا یکی از همون قدیمی ترا سراغش رو بگیری. ببخشید من گفتی همکارمونی؟ به خیه بلدی بزنی؟ من؟ ها بله، ولی آخه هر کسی قرار نبود تا روشن شدن هوایی جا بمونی. نکنه الکی گفتی این کاری؟ چرا باید الکی گفته باشم؟ پاو ساکتو بده مو؟ آخه من که چونه زدن ندارم دیده. زود باش. مهری یه جفت دستکش بده به این خانوم. شما همیشه اینجوری مراقب بیمارایی؟ سلام، من از کادر بیمارستان نیستم. گفته بودم که خستم، اما بهم گفتن که از سنندج میاییم. برای چی دنبال وحید میگردین؟ شما وحید یعنی دکتر مولایی رو میشناسین؟ هم خودشو هم پدرشو که یه زمانی برادرم بود، البته ناتنی. ببخشید تو رو خدا، به جاتون نیاوردم. یعنی آخه کسی اینجا به من نگفت که شما عموی وحید هستین. وحید از وقتی که از سنندج برگشته یکی دو بار بیشتر با من تماس کاری نگرفته. دلیل نداره که اینجا کسی بشناستش. شما همونی که قرار بود باهاش ازدواج کنه؟ قرار بود؟ چه میدونم، نبود. قرار هست. حالا موضوع چیه؟ واقعا به خاطر یه خواب بد را افتادین اومدین احواز یا چیز دیگه ای؟ من یه یادداشت از وحید خوندم که خوابشو توش نوشته بود. خواب خودشو نوشته بود؟ به هر حال اگه خواستیم میتونین اینجا بمونیم، بلکه از خبری بشه. نخواستیم بریم بیمارستان رازی، اونجا سراغ دکتر کشوری نام میره بگیریم. جمعه ای اگه اونو پیدا کنین، وحید هم پیدا کرد. یعنی وحید شبا میره پیش همین دکتر کشوری که میگی؟ اونو شدی که خبر ندارم. خب من باید برم اتاق عمل، با اجازه. میشه ازتون بپرسم چرا این موضوع زیاد براتون مهم نیست؟ فقط برای اینکه من به خاطر یه خواب پاشدم اومدم اینجا. گمونم یادم افتاد اون حرفا رو برای چی زدم. میخواستم بگم وحید میتونست دست دختر منو بگیره با خودش ببره سنندج. اینطوری هم اون زودتر سر و سامون گرفته بود، هم دختر من زنده میموند. البته سرزنشش نمی کنم. کسی خبر نداشت که جنگی در پیشه، مثل همسر من که آرزوهای بلند بالایی برای دخترش داشت. شوهرهایی خیلی بهتر از وحید. آدم ها همیشه فکر میکنن دنیا در حال گفتن قصه اوناست، در حالی که شما اولین کسی نیستی که دنبال گم شدهش اومده تو این بیمارستان. بعضی هاشون با دست پر برمیگردن، بعضی هاشون هم با دست خالی. بعضی ها از گم شدهشون فقط یه دست پیدا میکنن، بعضی هم فقط یه کفش، یا مثل من فقط یه گردن بند پاره شده.
دخترم، بازی رو که تو شروع کردی برای من موسفیت کهنه شده. دعا میکنم پیداش کنی و به پای هم موسفیت کنی. دعا نکردی، فاتحه خوندی. اما من پیداش میکنم. پاشین دکتر، به خیر گذش. رسیدی؟ پاش بیفته دا اتونم ببرم وسطی عراقی ها سالم بردون گردونم. این که چیزی نیست محمود عروض. آخه اینم شد وقت اومدن از اون صبح. نه فهم عرض نکرده. سلام علیکم دکتر، شما این؟ به تو چه ربطی داره؟ بگو مرض چیه. مصطفی کجاست؟ کی؟ آها آج آقا اونجاست تو کانت. اون جعبه ای که پشت ماشینت داری برش در دنبال من بیا. وای به حالت اگه به جای کمک های اول یا چهار ما چهار توش گذاشته باشی. به به ببین کی اومده. میخوام نبینی، برو کنار، با تو کاری ندارم. برای چی دکتر؟ شما ها پدر منو در آوردی. کجاست این داشت شل و پلت باش دست حساب کنم. برادر سلام. سلام. من گفتن که دکتر کشوری رو میتونم اینجا پیدا کنم. کارتون چیه؟ یه کار شخصی باشون دارم. دکتر الان اینجا نی، اگه هم پیداش بشه طرفای زور میاد. چرا طرفای زور؟ میبینی که دیشب سرشون خیلی شلوغ بود، تا ساعت 3 شب اینجا بود. کارت خیلی مونده؟ 10 دقیقه. ببخشید آقا، من یه کار ضروری با ایشون دارم. اگه ممکنه شماره تلفن یا آدرس منزلشون. ببخشید خواهرم، خیلی من مسئولیت داره. دیشب از بس جراحی کرده بود دستاش قفل شده بود. اینجور موقع ها به ما میگن که جز زمانی که مجروح میفرستن مزاحمشون نشیم تا بتونن استراحت کنن. متوجهم، خودم میدونم. من فقط میخوام سراغ دکتر مولایی رو ازشون بگیرم. اگه نمیشه خودتون ازشون بپرسی. دکتر وحید؟ ایشونو میشناسی؟ دیرو حدودای عصر اومده بود ایجا. میتونین کجا هستن؟ فکر میکنم بیمارستان راهن باشه. آقا من بعد هر جور شده ایشونو پیدا کنم. چرا اینجوری میکنه خانم؟ معذرت میخوام، اگه میشه لطف کنیم به همون بیمارستان راهن زنگ بزنیم ببینیم اونجا هنوز هستن یا نه. آخه نمیشه خواهر من. خواهش میکنم بگید نامزدش میخواد باش صحبت کنه. خیلی لطف میکنیم. لاقل میذاشتی کشی که منگ خودم از خواب بیدار کنم. ببخشید. کسی گوشی رو بر نمیداره. یه دقیقه صبر کنین. این هم صبر. بفهم شما بهتره بمونین تا الو بیمارستان راهن؟ ما از راضی مزاحمتون میشم. میخواستم بپرسم دکتر مولایی اونجا تشریف دارن؟ یعنی فقط بعضی روزا میان بیمارستان راهن؟ ببخشید نامزدشون الان اینجا هستن، اگه میشه نشونه خونه شون یا داره همون حرفای خودمو به خودم تحویل میده. راجع به مسئولیت و از این حرفا. سلام عرض کردم آقای دکتر. کوچیکی شما محمود عروسم اگه خاطرتون باشه. من دارم میرم خونه. اگه مجروح داری دکتر حضرتی. حسابی مجروح نیست. من دیشب گمونم یه خانمی رو اشتباهی رسوندم اینجا. به خیال اینکه نام زدی شما، یعنی آشنای شماست. ولی بعد فهمیدم. اون دنبال وحید مولایی بود. بهش گفتم بره بیمارستان رازی از دکتر کشوری سراغشو بگیره. ببینم طوری شده. یعنی تنهایی را همون نصف شبی؟ من رفتم اتاق عمل، از بقیهش بیخبرم. میدونم حق دارین.
ولی خب این بند خدا هم دستش جای بند نیست توی روز تعطیلی. اجازه بدین؟ فاطمیه جنب ورزشگاه. بله دستتون درد نکنه خانم، خیلی زحمت کشیده. سلام. سلام. خوش اومدی. ممنون. ببخشید دیگه کردم، جراحی داشتم. اگه گرفتاری برم هتل. سمیرا کو نمیاد؟ میدونی که از احواز زیاد خوشش نمیاد. البته یکم درس امتحانم داشت. چرا وایسادی؟ از آخرین باری که دیدمت هیچ فرقی نکردی. از کمپلیمانتون ممنون. قابل شما هستم. مجبوری خودتو کنف کنی بگی سه روز استراحت مطلق. پیرمرد، میدانستم که میایی و میدانم که نمیمانی. اگر عمری و مجال دیدار مجددی بود انشالله این مزاحمت و بی‌حرمتی را جبران خواهم کرد، اما اگر چنین نشد و ستاره عمرم را در آسمان رخشان نیافتی، به خاطر نان و نمکی که در بستون و بلبک با هم خوردیم قرولند کنان و به نیت حلالیت فاتحه نثارم کن که هرچی از دوست رسد نیکوست. اجالتاً در خواب بودی که پیشانیت رو بوسیدم و به یاری دوستان جوانم شتافتم. عذرم را بپذیر منصور جان. قربانت مصطفی. هرچی زنگ میزنم کسی جواب نمیده. نمیدونی کدوم بیمارستان مشغول هستن؟ احتمالاً باید بیمارستان راضی باشن. من الان خودم از اونجا میام، اونجا نبودن. همسایه روبروی بپرسین شاید بدونن. ببخشید خانم، شما با آقای دکتر کار دارین؟ بله. شما میدونین ایشون کدوم بیمارستان هستن؟ به، ما با هم همکاری. من الان اومده بودم یه زیر لباس و اینا. ببخشید شما باشون چی کار دارین؟ راستش من با دکتر مولایی. شنیدین؟ صدای چی بود؟ بله. خب الو الو آباجی چی شد؟ داشت میگفت که فرستادنش فاطمیه که با یه صدای انفجار قطع شد. اونجا برای چی؟ نکنه نکنه من به زور فرستادمش خونش تا با زن بچهش. این حرفا چی چیست؟ بگو شمارش چند بود؟ خمسه خمسه هست. بخوابت زمین، بخوابت زمین، خمسه خمسه هست. بخواب زمین، برو بخواب زمین. ملکوتم نیم از عالم خاک. دو سه روزی قفسی ساختن از بدنم. میدونی معنی این شعر چیه؟ معنیش اینه که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک. دو سه روزی قفسی ساختن از چی؟ از بدنم. حالا چی میخواستم بگم که این شعر رو برات خوندم؟ میخوام بگم که یعنی همش مال مریضی نیست. حکمن آدم دوست داره به همه بگه مهمتر از اونیه که هست.
مثل اینکه یکی میگه که مرغ باغ ملکوتم، یکی هم میگه رفیق چمرانم. ولی چی؟ آن یکی شیر است که آدم میخورد، این یکی شیر است که آدم میخورد. آن یکی شیر است اندر بادیه، این یکی شیر است اندر بادیه. این ماشینا چشم شده؟ شاید چراغای من هنوز روشنه. نه که درسته، داره سرایی اهواز میزنه. وایسا یا امام زمان، نگهدار. وایسا زخمی شدی؟ ای من چی؟ بیا این با بیا ای بی پدر. نزدیکترین بیمارستان کجاست؟ مستقیم برو تا بگم. مستقیم برو. خوشم میاد تا آخرین قطره خونت برای حرف زدن آماده ای. نه مستقیم برو تا بگم. بسته بناتی، بسته بناتی، بسته نگاه بناتی امته، برو کنار. مجروح دارم. من مجروح داریم مشتی، بسته تا بیارمشون. مراقب دستش باش. تو برو باشی مرمون میشه وانتی. برو ترتیبشو میدون. به من نگو وانتی. باردشون بالا، مراقبشون باش. مجبورم تون برم. خیلی خب، برو 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 باشی مرمون. مشکل من و سمیرا چیه؟ مشکل شما دوتا؟ یعنی خودت نمیدونی؟ تو بگو. فکر میکنم ازت متنفره. متنفره؟ چرا؟ خیلی خب، بگیم خوشش نمیاد. چرا؟ تو باید بدونی نه من. ببینم، نکنه خیال میکنی چون تو مدتی که من درس میخوندم نتونستم بیارمش اهواز بد بار اومده. یا میخوای بگی من اونقدر بدگویی تو پیشش کردم که از چشمش افتادی؟ آره؟ اینو میخوای بگی؟ من چه حرفی زدم؟ مثل همیشه میدونستم یکی دو ساعت بیشتر جام تو این خونه نیست. دو کلمه باشه نمیشه صحبت کرد؟ حقیقتو میخوای بدونی؟ اون هم از تو متنفره، هم از من. میگه پدر مادری که نتونم به خاطر بچه‌شون هم که شده با هم زندگی کنم بهشون نمیشه گفت پدر مادر. شک داری زنگ بزن از خودش بپرس. برو کنار، برو کنار، برو کنار، برو کنار.
جراح هم داری؟ هر دو نفر. اسمشون چیه؟ لطفی و مینایی. توی شلوغ دنبال پارتی میگردی؟ مینایی دیگه کدوم عمله ایه؟ تو همه زنده ای؟ بیا بفایی. ببرین بگین تا حالشو در بیارن تا دیگه حواس نکنه آدم سالم رو ببره بیمارستان. حرفش گوش نکن. این سیمای بی سیمش قاطی کرده، خیال میکنه دکتره. چه؟ به قیافم یک سیمام قاطی شده باشه؟ نه. پس ببرش این سایکولوژیست دیوونه رو. چشم. ازش ترسیدی یا هیپنوتیزت کرد؟ وانه تو کجا داری میری؟ رنگه میخوای؟ اونو ولش کن برو دست اینو بیار. دستش؟ وانه از تو پشت منتی. برون دستو بگیر زده و خونش که کردی فریزش کن تا من بگم. صبر کنید آقا، ما که نمیدونم شما کی هستید، ولی اینجا نه وسایل لازم دارم نه وقت کافی برای پیوند زدن اینجور کارا. یکی تو وانت توش یه چیزایی پیدا میشه. مهرانجیت که تموم شد بده نفر برام استریلش کنه، خودم ترتیبشو میدم. این زخمو چرا کسی نمیدوده؟ خونه اینو باز کن تا خون به پات برسه. اسمت چیه؟ آرزو. آرزو؟ حواست کجاست؟ نکنه تا وزنانی که تا بر روی های ناجور نشت و بیش کاری نمی کنی؟ نه خیلی آقا. بره دیگه. وقت بناییه. یکی این جبزه ساکت کنه. تو حالت خوبه؟ ما؟ قربان شما، ممنون تو ما آقا. باشو بینم مردی که لوس مافت خور آتو زدی به موش بردگی؟ میری مثلا این اتاق تمیز میکنی میذاری توی اتاق دیگه. ما؟ میریم اگر نمیم دادم تو خیابون تا درست حسابی ترکش بخوری. برو بینم. آخه دستم. دستتو دیدم توریش نیست. شروع کن برات کمک میفرستم. جناب دکتر یاوری، سلام عرض کردم. خیلی خوش اومدین. بیا به کمک شما احتیاج داشتم. آ، تو مسئول فسول این خراب شده ای خواب؟ نه، مسئول فسول که نیستم. مدیر هتلم قربان. منو از کجا میشناسی؟ ظاهرا ایشون شما رو میشناسه. خوبه. من همون هستم تهران. ولش کن ببین. تمام وسایل اینجا رو باید ببری توی اتاق ترتمیز. ترتمیز که میدونی چیه. بله بله، دیگه دستم اومده. چش. همین الان ترتیبشو میدم. تو میخوام همین الان. ای اسفانی، من ترشم اسفانی. با تو نبودم. بیا. ای حقه باز، جیم شدی تا من آواره بشم رومو کم کنی ها؟ نشنیدی که گذر پوست به دباغ خونه میفته؟ حالا من دباغم اینجام دباغ خونه. ببینم از زهر ما تو را که میومدم گیر کسایی افتادم که فهمیدم ناشکری تو رو کردم. تو چی؟ احیانان گیر گله توپ نیفتادی که قدر منو بدونی؟ ها؟ چته؟ از ماتم عروست داری گریه میکنی؟ یا نه ترکش رو تو کم کرده؟ چه آشناته؟ میتونستم بذارم با ماشین های دیگه ببرند واسه خاطری کار خودم بدون سواری عروسش کردم تا یه راست ببرم دستش را بذارم تو دستی اسرائیل. جمع کن خودتو، تو که بعد از این چیزا زیاد دیده باشی. اینکه استخوناش سالمه، چرا پانسمانش نمی کنی؟ والا دکتر لطفی معاینه شون کردن، ولی وقت جراحی برای اونایی گذاشتن که ترکش تو بدنشونه. در آوردن ترکش هم طول میکشه دیگه. یک دونه اتاق عمل هم بیشتر نداره. یکی از همکارای خود ما تو اتاق 103 ترکش خورد. الان یه ساعتی هست که تو اتاق عمل داره میشه. والا آهای یا ابو علفی، چه غلطی داری میکنین همه ساعت ها؟ این چی؟ برای عمه من یادگاری جمع میکنی؟ برو بیرون آقا. شما دیگه کی هستی؟ من؟ من هیچی نیستم، ولی میگم باباتو در بیارم. مرتی که عمله تو شکم این بدبخت دنبال چی میگردی؟ خیال کردی فیلم تگزاسیه؟ چاقو داغ کنی فشنگ از تو زخم بکشه بیرون؟ اگه روده هاش به هم بپیشه چه غلطی میخوای بکنی؟ یعنی چه؟ یعنی بدوزش بره.
اون بیرون آدما دارن تلف میشن، اون وقت تو اینجا خودتو انترمنتر یه مش بچه ترکش بی آزار کردی که چی بشه؟ هر جسم خارجی ممکنه موجب عفونت بشه آقا. آخه مردی که فولاد و سرب ذوب شده میکروبشون کجا بوده تا باعث عفونت بشن؟ بابای ما در اومد تا اینو به عمله های امریکایی حالی کنیم، حالا نوبت شماها شد. اگه تا 5 دقیقه این شکم رو جمع نکنی میدم جواز تبابت رو لغو کنن، خودتو اکیپتو یه جا میفرستم آنگولا برای میمونها تبابت کنی. بریم ببینم مدیر هتل چه غلطی داره میکنه. ساعت تلفن رو من کوک کردم که تیرت نشه. تلفن زدم مجبور شدم برای کاری برم بیرون. سعی میکنم زود برگردم. جایی نرو لطفاً. همیشه این منم که بعد منتظر آقا بمونم. نمیدونم به کنفرانس میرسم یا نه. در هر حال اصل باید فرودگاه باشم. از مهمون نوازید ممنون ملیه. تو کی از تهران اومدی؟ اسم اون جرایی که اون پایین جنازش افتاده مادرش تهرانه چیه؟ دکتر مولایی. وحید مولایی؟ گفتی اسمش چی بود؟ فیلم ماهی؟ نه امو قلیه ماهی. فیلم ماهی چی؟ اصلا چه ربطی داره؟ اوه من هیچ وقت از این چرت و پرتای عقب افتادتون نخوردم و نمیخورمم. امو خواهش میکنم شما یه بار امتحان کن، فقط به خاطر من. اوه مگه تو کی هستی به خاطر تو بخوام همچی فداکاری بکنم؟ سوفیا لورن. من غذا فقط میلم کشیده بود با شما بخورم. اصلا تقصیر خودمه دیگه، به حرفتون گوش کردم اومدم اهواز. عقبازی رو بذار کنار، خودت گفتی فقط با من حاضری بیا اینجا. من به خاطر توی عقل در رفته الان اینجام، نه کلای خودم. دست چسب داره؟ آخه پس ولش کن دیگه، چیز دیگه احتیاج ندارید. خیلی ممنون. هر روز هم با گند سابقشو بیده. مچتون رو گرفتم، پس بار اولتون نیست. ای خورده باشم هم یکی مثل تو زورم کرده. مامانو میگین تا اینجوری که شد بذاریم براتون بگم چرا گفتم فقط با شما یکی حاضرم بیام اهواز. از همین شما خوشم میاد دیگه، به خاطر اینکه شما انقدر که نشون میدین زورگوین، اما واقعا زورگو نیستین به عکس مامان. اینکه نباید این همه تیغ داشته باشه. یادت باشه خودت گفتی بهش تلفن بزنم. ها آنو درده. ها سلام عرض کردم. تمنا میکنم شرمندم نفرمون. از دیدن تو خوشحالم. سلام. سلام دخترم، حالت خوبه؟ ممنون. بزرگ شدی، خانوم شدی ماشالله. شما بزرگتر شدید. استاد مزاحم غذا خوردنتون شدم، شرمنده هستم. بهتر بگی کوک کردم. آه دورت. چیزه، من خودم به عمویاوری گفتم که تلفنی به شما بگه که مامانو از خواب بیدار نکنی. آخه عمویاوری فکر نه خودم فکر میکنم که مامان یه چیزایی رو از شما به من میگه، یه چیزایی رو هم از من به شما میگه که درست نیست. اون وقت عمویاوری میخواد نه چیزه، خودم میخواستم اگه بشه تنهایی رو در رو با شما صحبت کنم، یعنی اینکه مامان نباشه. باشه اگه اینجوری راحتی من حرفی ندارم، صبر کنم قضاوت تموم بشه. ازش دیر نمیشه، برای اینکه منم مزاحم نباشم بهتره برین سر یه میز دیگه. چشم استاد، خیلی ممنونم. بشقابت هم بیار که ضمن صحبت قضاوت هم بخوری. باش. یکی طلبم عمو، قرار بود تنها نذاری یا. ببینین مامان میگه شما به خاطر اختلاف سطح دریا و ناراحتی قلبیتون و از این حرفا نمیتونین از این شهر خارج چین و با ما بیاین تهران. خب
ولی من فکر میکنم شما یه چیزایی میدونین که به من هیچی نمیگی. خب مثلا چی؟ جراحی داشتم اون میشد مجروح یک دو بار رفته بود دکتر برش گردون داره. همه خوشحال بودم که به خیر و خوشی گذشته که یک دفعه اتاق مثل روز روشن شد، هر کدومون یک طرف پرد شده. دکتر از همه ما به اون دیوار نزدیکتر بود، چش که باز کردیم گرد و خاک باز شد. یکی دار عشق حرف بزن عروس، حرف بزن، بهت میگم حرف بزن تا استخوناتو خورد نکردم. عرض کنم شما که تو رو فرمودین آبا جی بود دنبال شورش اومده است، من تازه فهمیدم چی گندی زدم. آبا جی اون جیک نزده است طرفی زحمت کرده باشد. شما که مشغول دکتر شدین دا من برگشتم تا بلکه سه کاری ما جبران کنم. خدمتتون عرض کنم. عرضتو خلاصه کن. رو چشم خلاصش این که رد آبا جی رو تا بیمارستانی راضی گرفتم. اونجا فهمیدم آبا جی بود از همون جنازه که در پله نشون دود دادم نشونی جای تو محله فاطمیه استرس و قیب استرس. سری آخرم که رفته بودم بیمارستان رازی فهمیدم که دکتر مولایی اینجاست. با مجروح را افتادم تا بلکه سراغ آبا جیون از دکتر مولایی بگیرم که تو را ناغافل ناکار شد. اون محله که گفتی فاطمیه بایدست تو الان از اونجا ویلون جای دیگه نشده باشد، چون عراقی ها صبح اونجا را بمباران کردن. فقط دعا کن بلای سرش نایمده باشم. پاشو بیا. دکتر کجا میره؟ بایدشو نبستم. تلفن بزن بیمارستان های اطراف همون محلی که گفتی. اسم کوچیکش مدی هست. الان یا داره به زخمی ها رسیدگی میکنه یا خودش زخمی گوشه لطوفار افتاده. اگه دومیش باشه میدم اعدامت کنم، اما اگه اولی باشه بگو بیان اینجا، من تو اتاق عمل بهش احتیاج دارم. خانوم اسم شما مری هست؟ چطور؟ از طرف دکتر یاوری براتون تلفن شده، از هتل سه ستاره. گفتن خودتون رو برسونید اونجا که دستنها. شما اونجا چی کار دارین؟ به آقای کاظمی بگید که دکتر کوثری اومده. آها بله بله، خانم کوثری گمونم ایشونم برادر شوهرتون باشه، عموی دخترتون. دکتر یاوری؟ آه واسه چی کار میکنه؟ با دخترتون اومده. ایشون الان یه ساعتیه با یه آقایی تو غذاخوری نشستم به صحبت. مولایی؟ کی؟ دکتر مولایی؟ راستش نفهمیدم هنوز ایشون کی هستن. بلشون کن بده به صحبتشون ادامه بدن. ممکنه دعواشون بشه. سر چی؟ سر چی؟ دکتر شما تو زندگی ما نیستین، وگرنه سر خود ورش نمیداشتیم بیارینش اینجا. از کی تا حالا فاصله انداختن بین دوتا آدم اسمش شده زندگی؟ منظورتون چیه؟ کی بینشون فاصله انداخته؟ حق با توه.
به من مربوط نیست. پس برگردوندن دخترت با خودت. من تهران کارهای واجبتری از موندن تو این شهر دارم. وایسین ببینم جواب سوال منو بدین. گفتم کی بینشون فاصله انداخته؟ خودتو از بین اون دوتا بکش کنار. تو هر دوشونو دوست داری ولی بلد نیستی قصه هر کدومو برای اون یکی خوب تعریف کنی. وایسی اینقدر اون بدمصبارو تو دستت صفر نگیر که دستت بلرزه. چشم استاد، دست خودم نیست ولی سعی میکنم. بدین به من. خب حالا بهتر شد. یوسف تو بیا کنار من. تنفس عادی، فشار 10/7. ممکنه خونریزیش زیاد بشه یوسف. ساکشن حاضر. فشار 12/9. تنفس نرمال. ای بی پدر، ای بی صاحب مونده. دنده خورد شده شو کار گذاشتم. بقیه جلدیش با تو. خسته که نیستی؟ بگیر. بعد این عمل نیم ساعت استراحت بکنیم. شماها خواب فشرده بلدین یا نه؟ یادتون بدم. دکتر کشوری شماره تلفن همون هتلی که بیمارستان شده داد، گفت شما یه زنگ به اونجا بزنید. تلفن خودت یه زنگ بزن همون هتلی که میگی، بگو دکتر وحید مولایی دستش خالی شد، زنگ بزن تهران. دکتر مدیر هتل رو پاخت نگه داشته، ما اسی که اونجا اتفاق بدی افتاد. الو. الو. شما خسته نباشید. بله من اموش هستم. ممنون. براز از مزاحمت این که نیم ساعت پیش تلفنی با مادرش صحبت کردم. البته من اون موقع خبر نداشتم چه اتفاقی افتاده. یه حرفایی پشت تلفن زد که گذاشتم پای دلنگرانی های مادری. عجیبه که جلو جلو متوجه شده. پس آباجی من کجاست؟ تو ریکاوری. مگه اهوازی نیستن تهران برای چی؟ میخواد پسرش نزدیکش باشه که هر وقت خواست بتونه بهش سر بزنه. ببین اونی که احتیاج به درد دل داره من نیستم. من یه مش چرت و پرت به هم بافتم که بتونم سر حرف با تو باز کنم. وگرنه من خودم عمری همین گندی هستم که هستم. صد تا یه همچین روزایی نمیتونه عوضم کنه. میدونی چرا؟ چون آدمی به سن سال من یاد گرفته، اونی که احساساتش عقلش رو یه شبه از این رو به اون رو میکنه، وقتی اوضاع عوض بشه یه شبه دوباره برمیگردم اونی که اول بوده. من اگه میخواستم با این روزا کسی بهتر از اینی که هستم بشم، اون موقعی که جوانتر از تو بودم با 3-4 خلمشنگی مثل خودم 2-3 هفته صبح تا شب از زیر آوار جنازه بیرون میکشیدم میشدم. اسم زلزله بوئین‌زهرا به گوشت خورده؟ ها؟ 20,000 جنازه، دوتایی همین تعداد زن و مرد و پیر و کودک له و لورده که هرچی از زیر خاک بیرونیشو میکشیدید بازم تمومی نداشتن. نه که همه اینا ظرف یه روز و یه ساعت اتفاق افتاده باشه، همش ظرف یه دقیقه. من نمیفهمم منظور شما از این حرفا چیه. اما این مردمی که بیرون هستن توپ و خمپاره دشمن ریخته رو سرشون، نه آوار زلزله.
حالا ما اگه قرار بریم اتاق عمل بریم. ما همین الان هم تو اتاق عمل هستیم. منتها این بار بیمار دختریه که اگه به دادش نرسیم به پیری زودرس دچار میشه. ما باید با وراجی هم شده کاری کنیم که اون حرف بزنه. از کشته ها، از زنده ها، از هر چی. باید به کمک هم وادارش کنیم که اون چی که تو سرش داره به زبون بیاره. چون اونقدر تجربه نداره که عواقب این سکوتش رو بدونه. بذاریم برم. میخوای راجع به توپ و خمپاره صحبت بکنیم؟ ببین من در لبنان زنی رو میشناختم که 6 تا بچهشو با شوهرشو یه شبه قتل عام کرده بودن. میدونی اون زن چی کار کرد؟ فرداش با دست خودش اون 7 تا رو شست و کفن کرد و خاکش کرد بدون اینکه خم به ابروش بیاره. تو رو خدا دیگه ادامه ندیم. هر وقت این عبارت خم به ابرو نیورد و از کسی شنیدی باور نکن. منم چرت میگم. من فقط خیال میکردم که اون زن خم به ابرو نیورد. چون هیچ وقت مادر نبودم که بفهمم تو دل خونش چی میگذره. این از این. یه همکاری داشتم توی دنور کالرادو که وقتی همسرش توی تصادف مرد رفت جفت بچه‌هاشو کشت، بعد خودش رو از بالای ساختمون پرت کرد پایین. تو رو به هر کی دوست دارین دیگه تمومش کنین. برای فرار کردن و نشنیدن همیشه وقت هست. گوش کن. من امروز پسر بچه‌ای رو دیدم که حرفای بزرگ میزد و 3 تای سن خودش رفتار میکرد. حالا نمیدونم اون یه توتی مقلد بود یا همونطور که نشون میداد واقعا بزرگم شده بود. حالا من نصیحتی که امروز نتونستم به اون بکنم میخوام به تو بکنم. دختر جان، همونقدر که واقعا بزرگ هستی بزرگ باش، به اندازه فهم و صبر و تحملت. چون سکوت کار آدمای بزرگه. اگه احساس میکنی بزرگ نیستی و فقط محض تقلید این و اون ساکتی، بدون که همین سکوت فردا از آدمای کوچیک طلبکارهای پرکینه میسازه. طلبکار از زمین و زمان، از خدا و دنیا و بنده هاش. حالا فکراتو بکن. اگه میتونی مثل آدمای بزرگ سکوتتو تا توی گور با خودت ببری سکوت کن. مدام سراغ کشته هاشون رو از دختری میگرفتن که خودش سراغ کشتش اومده بود. دنبال سرابی که هرچی میرفت دورتر و دورتر میشون. توی بیمارستان آخری شنیدم عراقی ها وقتی شکست میخورن شهر رو بمبارون میکنن. شنیدم نیروهای چمران عراقی ها رو عصبانی کردن که شهر رو به توپ بستن. خنده داره. خودم توی راهن تهران کسی رو که میخواست چمران معالجه کنه وادار کردم هرچی زودتر بیاد اهواز. پس تا اینجا مقصر همه این اوضاع و احوال من و تو و مصطفیم. بگو بازم بگو. چرا وقتی آدم دستاشو به آسمون میبره تا از خدا آرزوهاشو بخواد همچین که خدا میگی بفرمایید آدم دیگه روش نمیشه چیز ازش بخواد؟ نمیدونم، درست نمیدونم. شاید تازه آدم یادش میافتی که آرزوهای آدم حقیره. نه نه نه، آرزوهای آدم حقیر نیست، خدا بزرگه. تو چی میتونی ازش بخوای که پیش اون حقیر نباشه؟ خسته، خیلی راه اومدم، باید یکم استراحت کنم، بعد برگردم خونم. پدرم اگه بفهمه بتونه اجازش مادم. احواز برمیگردم زنندج. وحید هر جا باشه برام نامه مینویسه، آدرس میده. خیلی خوب، اگه میخوای این بازی رو شروع کنی من حرفی ندارم.
میخوای از اینجا با خودم ببرمش که خیال کنی زنده است و جایی تو این شهر داره تبابت میکنه؟ میخوای فراموشش میکنیم که الان تو سالن غذاخوری هتله، با هم میریم دور دنیا رو دنبالش میگردیم؟ میخوای؟ قسم میخورم هر جا بگی میبرم. ولیه، 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 ولیه. حالت خوبه؟ خواب بد دیدی؟ نمیدونم چرا از وقتی فهمیدم تنها میتونم بیام اهواز، انگار همش انگار تو خواب و بیداریم. بعضی وقتا فکر میکنم تو رو برای همیشه از دست دادم. یه وقت بعدش با هم دعواتون شد. اوکی ولی حرف ناجور که بهت نزد. زد چی مثلا؟ چه میدونم، اون همیشه به تو میگه حرفای نامربوط دیگه. بهت که بی احترامی نکرد؟ کرد؟ هیچ کس حق بی احترامی به تو رو نداره، هیچ کس. ولی ما با هم مشکل جدی نداشتیم ملیه. بشین، باید با هم صحبت کن. تو قلق اون دستت نیست، نباید با تعارف پاش بگذرونی، فوری طلبکار میشه. بهت گفتم بشین، باید با هم حرف بزنیم. چرا سرم داد میزنی؟ خیلی خوب، معذرت میخوام، یه لحظه از خود بیخود شدم. هر دوتون لنگه همین. اون از سمیرا که با من نمیاد اهواز، اما با یاوری متلگوت اون سر دنیا میره. اینم از تو. مثلا اومدم دیدنت، یهو تنها میذاری پا میشی میای اینجا. انگار نه انگار ملی هم وجود داره. سالها چشم انتظار لحظه دیدار شما دوتا بودم، اما ظاهرم برای شما دوتا، به خصوص تو، من فراموش شدم. ما تو رو فراموش نکردیم، ما کلی راجبت حرف زدیم، از خوبیات گفتیم. اگه قبول داری که هیچ کدوممون بی عیب نیستیم، اون لابلا یک کمی هم عیب گویی تو کرد. شما هیچ کدوم از ما سه نفر بی عیب نیستیم، درسته؟ من خیلی سعی کردم این فاصله رو کوتاه کنم. بارها شده بود که برای دیدنت آوردمش اهواز، ولی تو یه گرفتار کار و جراحی تو بیمارستانا بودی یا ماموریت. من با سمیرا حرف زدم و تصور نمی کنم مشکل ما مربوط به فاصله و اینجور چیزا باشه. ماجرا به هر حال یه چیز دیگه است. یعنی خودش یه چیز دیگه میگه؟ امیدوارم بتونیم این مشکل رو با هم دیگه حل کنیم برای همیشه. ما راجع به خیلی چیزا با هم دیگه حرف زدیم، از هوای گرم اهواز گرفته تا هوای آلوده تهران، تا اینکه حضرت علی چرا شبا پنهانی برای فقرا غذا میبرد ولی پیغمبر خدا این کار نمیکرد. نمیگم اختلاف نظر و سلیقه و دیدگاه بینمون نبود، اما خب اینطوری هم نبود که آخر سر به این نتیجه برسیم که من که جلوی اون نشستم دشمن خونی اون هستم یا برعکس. تا اینکه رسیدیم به اینجا که من ازش پرسیدم تو چرا راستی برعکس مادرت از نخلای اهواز خوشت نمیاد. اولش گفت همینجوری، اما بعدش گفت چون نخل منو یاد تو میندازه و من از تو خوشم نمیاد. گفتم دلیل؟ گفت
چون مامان هر وقت که راجب تو با من حرف میزنه یه جمله رو مدام تکرار میکنه، تو نمیتونی بفهمی سمیرا. خب اون چیه منو نمیتونه بفهمه؟ شورش کرده. من هیچ وقت از تو هیچی بهش نگفتم مگه خوبیات. اتفاقا خودش هم همینو میگه که مامان جز خوبیای تو چیز دیگه‌ای به من نمیگه. من نمیفهمم این کجاش ایراد داره که من فقط از خوبیای تو براش گفته باشم، تا قدی و یدندگی و طلبکار بودن و بی‌وفایی جنبالی. عزیزم ایرادش همینه که تو منو همونطوری که بودم براش نگفتی، همونطوری که هستم. وقتی فقط از خوبیای من براش بگی، خب ولیه جان قطعا فاصله بین یه فرشته بی عیب با یه دختر نفهم خیلی بیشتر از فاصله بین یه پدر و دختر معمولیه که فقط از هم دیگه دوره. غیر از اینه؟ تو داری همه دلسوزیای عاشقانه و مادرانه منو زیر سوال میبری. بر منکر دلسوزیای شما بالاترین لعنت خدا. خوبه؟ بشین. نمیشینم. اصلا میدونی چیه؟ حقیقت اینه که تو اونو بیشتر از من میخوای. چی داری میگی؟ غیر از اینه؟ سمیرا برای تو آینده است، چیزی که ازت به جا میمونه. اما من برای چی هستم؟ مگه واسه تو آینده نیست؟ نه، اون در کنار تو برای من معنی پیدا میکنه. فراموش کرد که من چقدر رشته باری که بین تو و اونو رفتم و اومدم، چقدر سعی کردم که رشته پاره نشه. سمیرا توی دنیای دیگه بزرگ شده، اون نمیتونه یا نمیخواد تو رو بفهمه. من خودم رو بین تو و اون قرار دادم که مبادا بهت بی احترامی بشه، مبادا بهت ناسپاسی بشه. اما ظاهرن الان من مانع بینی شما دوتا. اگر بازنده واقعی این بازی منم، حالا اونه که بین من و تو قرار گرفته. ساعت چنده؟ بهم گفتن که از سرین بجم بازی با دست خالی برمیگردن. الو بهوشی؟ این فقط یه کابوسه، نمیذارم فاصله ها بین موجودایی بندازه، نه بین من و تو، نه بین من و دخترم. دستت بده من با هم بریم. بیدار شدین آبا جی؟ خدا رو شکر. چیزی از کار همون آقای است که خانمشو تو ماشین براش زاوندی. چند وقت اینجا؟ زیاد نیستش، قد یه سرم و نصفی. من باید برم کمک دکتر یاوری، هنوز کلی زخمی. بلند نشو آبا جی، بردن اساسی ها رو با هواپیما بردن تهرون. خود دکتر یاوری هم بردشون. دیگاه کنید اینم جا گذاشت. قرار شد من اینجا بمونم و چار چشمی مراقبی شما باشم، آب خاصی بدم دستتون تا خودی دکتر برگرده. میخوای آب بدم خدمت دون؟ میخوام برم پیش وحید. نمیشه، ایشون هم با مجرای دیگه بردندش تهرون. پس منم ببرین فرودگاه، اون بدون من نمیره. عرض کردم که نمیشه. اگر این بار پس بیفتین دار دکتر راست راستی پوست از سر من میکنه.
اگه دنبالت نمی اومدم خوابت هم تعبیر نمی شد. خب تو سعی خودتو کردی، بازم میخوای با فکر خیالای بچگانه از خودت یه قاتل بسازی. از روزی که نامش به دستم رسید یه کابوس مثل سایه دنبالم بود. هر بار که از خواب شدم چیزی ازش شدم نمیومد، تا وقتی که تو اتاق 115 از هوش رفتم. بعد زیر سرون به هوش اومدم، من دیدمش. نمیدونم چند سال گذشته بود، اما تو میدون راه آهن اهواز اومده بود دنبالم. من چادر نداشتم، یه حس ناخوشایندی همراهم بود. ما ازدواج کرده بودیم، یه دختر داشتیم. نمیدونم چه مشکلی بین ما و دخترمون بود، ولی انگار مقصر من بودم. ازم دلخور بود، میگفت تو از من برای اون یه غیر آدمی زاد ساختی. میگن تعبیر نداشتن چادر تو خواب فراموشیه. به نظر شما من اونقدر پس میشم که فراموشش کنم؟ دوست داری چی بهت بگم؟ واقعیتو؟ خب تو اونو میبری دفن میکنی، تا یکی دو ماه هر روز میری سر خاکش، بعد هفته یک بار، بعد ماهی یک بار، بعد سالی یک بار. چرا؟ چون زنده موندن و زندگی کردن گرفتاری داره. نمیدونم اگه الان آرومت میکنی میتونی بهش قول بدی تا آخر عمرت فراموشش نمیکنی، هر روزم بهش سر میزنی، اما اینو بدون فراموش کردنش پستی نیست. سیستم هیدرولیکی در عقب خراب شده، پنل کلیدای کنترل هم اتصالی کرد. برو ببینیم پشت چه خبره. چیزی شده؟ بشینیم دکتر. طوری شده؟ مطمئن نیستم. مثل اینکه اتفاقایی افتاده. والا آقا وضعیت قفلت چطوره؟ رها شدن قربان. تابوته چرا مهار نشدن؟ برو سری تو را بیار تا مهارشون کنی. به خلبان هم اعلام کن وضعیت اضطراری. یا امام رضا محکم بشینید، کمربند رو ببندید. چه مراقبت، اعلام وضعیت اضطراری.